سلام دلنگز آقا، قطعا شنیدین که بیل گیتس از زنش دیگه جدا میشه، جدا شده و زنش برای مهریه جدایی حدود 70 میلیارد دلار، یعنی به تومن بخوای حساب کنی یه 14 که جلوش 17 صفر داره. یعنی خانم بیل گیتس با گرفتن این پول میشه یکی از ثروتمندترین آدمای دنیاست. اینجاست که شاعر میفرماید حاجی برگام. قبلش هم که زن اون کچله، منظورم جناب جف بزوسه، بله اونم طلاق گرفته بود و کلی پول به جیب زد و الان دیگه این دو نفر با هم شدن پولدارترین بانوان دنیا که عامل این ثروت هنگفتشون هم این منبع درآمدشون طلاقه. اما به همین مناسبت بیاییم ببینیم عجیبترین مهریه‌های دنیا و ایران چیا هستن. فقط قبلش لایک رو بکوبید که من کلی انرژی بگیرم. اگرم عضو کانال یوتیوب دانسنگ روز نیستید، سابسکرایب و اون زنگوله رو بفشارید و ما بریم سراغ ویدیو اگه آماده اید. یکی از عجیبترین مهریه‌های تاریخ ایران 4 سال قبل در شعبه 264 دادگاه خانواده به اجرا گذاشته شد. یک کیلو بال مگس. سال 86 بود که زنی با مراجعه به دادگاه خانواده به قاضی گفت تنها در صورتی حاضر به طلاق میشه که همسرش یک کیلو بال مگس که مهریه‌اش هست رو بپردازه. اون که سومین ازدواج خودش رو شکست خورده میدید، دلیل جدایی از همسرش رو فریبکاری اون عنوان کرد و گفت همسرم علی‌رغم متأهل بودن با من ازدواج کرد و حالا من تا مهریه‌مو نگیرم آروم نمیگیرم و از زندگیش بیرون نمیرم. علی جان، حالا متأهل بودی شما چرا ازدواج کرد؟ ما حالا کاری هم نداریم به زندگی شما، حالا چرا مهریه رو بال مگس تعیین کردی شما؟ برادر واقعا چه اتفاقی رخ میده که یکی برای مهریه مثلا بال مگس تعیین؟ باز بال گنجشکی، پرستویی، مرغی، چیزی بود دم دست سر بود یا تا میگفتیم ربطی به عشق و عاشقی اینا داره، ولی مگس چرا واقعا؟ شما اگه دلیلشو میدید تو کامنت ها بنویسید. اما عجیب تر از بال مگس هم ما داریم که مهریه زن جوان دیگری بود که 6 سال قبل در شعبه 263 دادگاه خانواده تهران به اجرا گذاشته شد. این زن که دست چپ همسرش رو به عنوان مهریه خودش انتخاب کرده بود، با مراجعه به دادگاه خانواده گفت من از بچگی با دختری فامیل در رقابت بودم و می‌خواستم مهریه متفاوت داشته باشم. از طرفی خانواده همسرم خیلی ثروتمندن و هر تعداد سکه‌ای که مهرم می‌کردن می‌تونستم پرداخت کنم. بنابراین تصمیم گرفتم برای محکم‌کاری دست شوهرم رو به همراه 700 سکه مهریه قرار بدم و اونها هم پذیرفتن. اما 3 سال بعد که زن جوان متوجه شد همسرش پایبند به اخلاقیات نیست، به دادگاه خانواده رفت تا با اجرا گذاشتن مهریه‌اش همسرش رو به چوخ بده. زن جوان گفت دلش میخواد مهریه‌اش اونقدر خاص و تعهدآور باشه که شوهرش هیچ وقت نتونه اونو تو پیچ بذاره. بنابراین یک ماه بعد از عقد رفتم به دفترخونه و قرار گذاشتم بدون اطلاع خانواده ها یک بند دیگه به مهریه اضافه کنن که چشمای آقا دوماد بند خدا. خلاصه همینجوری که داره پیش میره همه اعضای بدن آقای دوماد داشت به مهریه اضافه میشد. مثلا میدید دو روزی که میمودن میگفتن مثلا شست پای آقای دوماد هم به مهریه ما اضافه بشه، که خب خلاصه به خیر گذاشت. نکنید این کاراتون، مثل بچه آدم برید یک مهریه تعیین کنید دیگه. اما چند ماه بعد ورق برگشت و اختلافات دوتایی شروع شد تا جایی که چاره جز طلاق نمون. البته قاضی دادگاه اعلام کرد که طبق قانون شرع اعضای اصلی بدن قابل جدا کردن نیست و تعهد مالی ایجاد نمی‌کنه، چون چشم و دست و گوش و دنبلان و شست پا و اینا زمانی که زنده و قابل استفاده برای فرد باشه با ارزشه و نمیتونه مورد رهن و گرو قرار بده. ضمن اون که مهریه همونه که عقد بر اساس اون صورت گرفت و داماد فقط محکوم به پرداخت 700 سکه طلا شد. یعنی قاضی به دادش نرسید و الان جناب دوماد خیلی چیزا رو نداشت و اونا رو ریخته بود دور و مقطوع النسل هم گویا میشده. دوست عزیزم بعد درست مهریه رو انتخاب کنه، حالا میگن کی داده کی گرفته، ولی الان بگیر زیاد شد. دوستان عزیز مراقب باشید که به چوخ اعظم نرید. یا سال 87 زوج دیگری در شعبه دادگاه 263 خانواده از هم جدا شدن. اون هم با یه مهریه عجیب 1978 توپ تنیس، که البته سرکار خانم اونا رو بخشید تا جونشو بردار و در. این زن جوان که تنیس باز موفقی هم هست میخواست نشون بده مادیات براش اهمیتی نداره و همین دلیل مهریهش رو 1978 دانه توپ تنیس قرار داد. اما بعد از 7 سال که از ازدواج اونا گذشت رفت دادگاه تا مهرشو ببخشه و جونشو آزاد کنه، چون همسرش اصرار داشت برن کانادا.
اما اون دوست نداشت از ایران بره. به همین دلیل این زوج به صورت توافقی تو بچه خوب از هم جدا شد. البته الان میخوای 1978 دونه توپ تنیس بخری 100 میلیون رو باید خرج کنی. No god please no no. ولی به هر حال جناب دوماد خدا وکیلی 100 تومن هم نداد و الان رفته کانادا و معلوم نیست داره چیکار میکنه. پرونده شکایت زنی با مهریه 10 آهوی وحشی هم یکی از عجیب ترین پرونده بود که تو 2 سال قبل در دادگاه خانواده به جریان افتاد. مهناز 26 ساله که با یکی از آشنای خودش در شهر مادریش ازدواج کرد و به دلیل علاقش که به طبیعت زیاد بود این مهریه رو انتخاب کرد. اون چند ماه بعد از ازدواج به خاطر شغل همسرش به تهران اومد، اما اونقدر تنهایی و غربت اونا اذیت و آزار داد که تصمیم گرفت مهرش رو اجرا کنه و شوهرش رو مجبور کنه تا زمانی که 10 رأس آهوی وحشی رو شخصا از دشت‌های شهرستان محل سکونتشون شکار نکرده و به تهران نیاورده برنگرده. مثلا حالا شما اختلاف دارید با هم دیگه، چرا به طبیعت ضربه میزنید؟ خب بنده خدا آهوها چیکار کردن که باید شکار بشن؟ اونا مگه باعث طلاقتون شده؟ چه کاری آخه؟ What the fuck؟ آخه این نوراز خدایی چی به یادم؟ مردم هم. نه به خدا مردم نیستن. البته مهریه های عجیب همیشه و همین خنده‌داری هم نیستن دل انگیزا. سال 88 یک خبر دیگه در دادگاه خانواده پیچید که مصداق عینی مهریه اندل مطالبه بود. زن جوانی به اسم سمیه که با اون سمیه مرو علیش ارتباطی نداره 6 ماه از عقدش میگذشت رفت دادگاه مهریه 1 میلیاردیشو به اجرا گذاشت و به قاضی گفت همسرم محسن خیلی مهربونه اما مهریه حق منه و اگه همسرم منو دوست داره باید حقمو بده. اگرم توان مالیشو نداره دیگه مشکل خودش. آشنای این زوج جوان از دانشگاه ریختن جزوه و دادن جزوه به هم و این داستانا شروع شد و به اینجا رسید که به درد سر کشیده شدن که داماد عاشق جناب محسن حاضر شد همه شرطهای پدر سمیه رو برای ازدواج قبول کنه. خانواده سمیه خانم از پسر خواستن 26 کیلو شمش طلا و 1364 سکه مهر دخترش. در روز بله برون مادر بزرگ دختر گفت سکه رسم امروزی است و مهر عروس باید پول باشه. به همین دلیل پدر عروس به احترام مادرش 1 میلیارد تومان بچه نقد هم اومد به مهریه اضافه کرد. همه حالا خوشحال بودن دیگه، همه گرم بودن که بابا مهریه رو کی داده کی گرفته. و داماد هم برای اینکه عقب نمونه گفت آقا عیب نداره منم 1364 شاخ روز سیاه میام به این مهریه اضافه میکنم و اضافه کردن. کلن داداشون کلش گرم بوده، هر کی از راه میرسیده هر چی اضافه میکرده اینا قبول میکرده. شما میرفته با بیلی آیلیش ازدواج میکرده ارزون تر در میومد. بیلی آیلیش هیچ، با اون سمیه ورژن اصلیش هم ازدواج میکرده بازم ارزون تر در میومد. خلاصه سمیه با مهریه 24 کیلو شمش طلا، 1364 سکه تمام به آزادی، 1 میلیارد تومان پول نقد و 1364 شاخ روز سیاه به عقد محسن در اومد و زندگی اونها زیر یک سقف شروع شد. اما بعد از مدت کوتاهی که از ازدواجشون گذشت عروس خانم همسرشو با نامه‌ای از دادگاه غافلگیر کرد و گفت که مهریه‌اش رو بخواد. استدلالش هم این بود که مگه هر وقت مشکل پیش اومد باید حقم از تو بگیرم؟ مهریه حق منه و اگه دوستم داری باید مهرمو بدی تا با تو زندگی کنم. بله اینجوری میشه. خلاصه یکی که از اول این چیزا واسش مهمه بعدش اگه این کارا رو کرد نباید تعجب کنه. با اون بازی نکن. اوکی. مهریه یه عجیب بعدی مالی یه زن دیگه به اسم مریمه که به دادگاه رفت و گفت همسرم به اصول قواعد زندگی مشترک پایبند نیست. به همین دلیل هم خواهان طلاق و دریافت مهریه 1.5 تونی گل مریم. ما تا چیز ما رفتیم تو گل این دوماد عزیزمون هم احتمالا یا نمیدونسته تون چیه یا نمیدونسته الان قیمت هر شاخه مریم چقدره یا اون زمان تو شهرش مثلا گل مریمی نبوده. ببینید الان در حال حاضر که بنده دارم با شما صحبت میکنم قیمت گل مریم 20,000 تومان، وزن هر گل مریم رو هم شما 5 گرم در نظر بگیر با یک ضرب و تقسیم ساده دوماد محترم باید یک 7-8 میلیارد تومانی خرج کنه. تازه باید کامیون هم اجاره کنه که این گلا رو جابجا کنه. یعنی فرق زیادی با 1000 تا سکه نداره عمل. پس دوماده عزیز توجه کنید، عروسا زرنگ شدن. به جز سکه الان چیزای دیگه درخواست میکنن ولی پولش تقریبا همونه. یه حساب چطوری ماشین حساب با خودتون ببرید در جلسه خواستگاری. بله! بله! جو! اما بریم سراغ مهریه عجیب بعدی. اینم از اوناست که الان بهتون گفتم. وقتی شما همسر جهانگرد باشه اون وقت باید به سفر به کشورهای مختلف رو به عنوان مهریه تعیین کنی. خیلی وقت پیشا یه تصویری منتشر شد از یه عقدنامه در شبکه‌های اجتماعی با مهریه جالب و در نوع خود جدید که موجب تعجب کاربرا شد. در این عقدنامه هزینه 5 سفر به قاره‌های جهان که شامل کشورهای برزیل، کانادا، چین، هندوستان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، تانزانیا و استرالیا بود، معادل با نرخ روز مؤسسات توریستی معتبر در تهران برای تورهای 15 روزه رایج در این مؤسسات
به عنوان مهریه نوشته شد. مثلا اینا چجوری به همچین چیزایی فکر میکنن؟ حالا اگه عروس خانم میخواد مهریه‌اش رو اجرا بذاره، داماد باید اون رو روزانه 10 کشور با هزینه میلیاردی ببره. حالا باز این خوبه، داماد خودش هم وسط مسطا یک صفایی میکنه یا آب و هوای عوض میکنه، ولی خب حاجی واقعا برگام. البته همه دنبال مهریه زیاد عجیب غریب نیستن و خیلی‌ها برای شروع زندگی به این چیزا توجه نمیکنن و خود طرف مقابل از همه چی براشون مهمتره. یکی از سردفترداران در جنوب تهران گفته بنابر یک آمار سرانگشتی میتونم بگم که اکثر دختر خانمایی که اینجا میان مهرشون بین 100 تا 314 تا سکه بهار آزادیه. البته یه مورد هم داشتیم که عروس خانم و آقا داماد هر دو تا کوهنورد دادن و مهر عروس خانم سود به 10 قله برتر جهان. زارن هم زندگی خوبی دارن و آقا داماد هم اندل مطالبه مهر عروس خانمو داره میده. اما ببینیم تو کشورهای مسلمان دیگه اوضاع از چه قراره. در هند این نرخ از 100 هزار تا 1 میلیون و 500 روپیه متفاوته که میشه چیزی در حدود 300 میلیون تا 4 میلیارد تومان. در کشور آذربایجان میانگین نرخ مهریه 2000 مانات یعنی 24 میلیون تومانه و مردم ترکیه هم رقمی هولوش 35000 لیر یعنی 100 میلیون تومان مهریه داره. مردم عمان هم به طور میانگین حدود 10000 ریال عمان یعنی 560 میلیون تومان مهریه پرداخت. اینو خواستم بگم که ما با اقتدار در رده اول مهریه هستیم که امیدوارم جای مهریه چیزای دیگه اول باشه. خلاصه زیاد سخت نگیرین، چشو هم چشمی رو بذارید کنار، بذارید جوونا با هم خوش باشن. بله نوبت شماست دوست عزیز که نظرتون راجع به مهریه بنویسید و لایک رو هم فراموش نکنید و دمتون هم گرم. این ویدیو رو دیدید با دوستاتون به اشتراک بذارید. این دو ویدیو قبلی ما رو از دست ندید و تا ویدیو بعدی از کانال یوتیوب دانسین روز مراقب خودتون باشید.